در فوتبال دنیا باشگاه از راه‌های مختلفی منابع مالی خود را تامین می‌کنند. در این بین اصلی ترین راه کسب درآمد برای باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا حق پخش تلویزیونی است. در بیشتر لیگ‌های معتبر دنیا سازمان برگزار کننده مسابقات حق پخش را به فروش می‌رساند و بعد از آن بر اساس یک فرمول مشخص بین باشگاه‌ها تقسیم می‌کند. با این وجود بحث حق پخش تلویزیونی در ایران کمی متفاوت است. بر اساس قوانین ایران انحصار صوت و تصویر فراگیر در اختیار صدا و سیما است. به همین خاطر عملاً هیچ شبکه خصوصی اجازه فعالیت در ایران را ندارد. از این رو وقتی بحث حق پخش تلویزیونی می شود، صدا و سیما رقیبی مقابل خود نمی بیند. شاید به خاطر این موضوع است که وقتی مذاکره ای برای دریافت حق پخش تلویزیونی از سوی مسئولان فوتبال ایران می شود، یک پاسخ مشخص از صدا و سیما شنیده می شود. یا با ما توافق کنید یا باید با ما توافق کنید. در این بین مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه استقلال نظر دیگری دارد. یکی از ارکان برگزاری مسابقات در باشگاه ها حق پخشه. مگه میشه یه باشگاهی زمین داشته باشه تو زمین خودش، تبلیغاتش هم سهمش هم به سازمان لیگ بخواد بده و خودش دوربینش تو استادیومش نباشه؟ مگه میشه؟ ما که امروز در مورد پخش زنده در مورد صدا سیما حرفی نداریم. میگیم هر موقع شورای امنیت حاکمیت تصمیم گرفتن، البته که این حق فوتباله، چون مالکیتش مال باشگاه هست، استقلال پرسپولیسه. مالک این محتوا استقلال پرسپولیسن. شاید تا دیروز میگفتید که این مال دولته، این جیبه جیبه اشکال نداره. امروز که اینطور نیست. امروز چقدر سهم خریدن آقا؟ 135 هزار نفرش مردم هم حقیقی هم. قبلا چقدر بوده؟ 180 تا. الان حدود 300 هزار نفر حق و ناس پخش تلویزیونی، پخش زنده فیلم و حرفی داشتن. مدیرعامل باشگاه استقلال که عزم جدی برای وصول حق پخش تلویزیونی دارد، نکته جالبی هم درباره هزینه های صدا و سیما برای برنامه های تولیدی مطرح می کند. خال شادونه که برنامه اجرا می کنید شما، چقدر پولشو میدی؟ تهیه کننده، فیلم بردار، اون مجری، اون خانم، اون آقا، بچه ها رو بیارن ببرن، چقدر میدید؟ هم خال شادونه. در مورد فیلم امام علی و اون کیف انگلیسی و اون حرفای دیگه هم صحبت نمی کنیم. اگه ما میتونیم 3 ساعت محتوا برای شما درست کنیم در یک مسابقه، 3 ساعت تو اینجا برنامه داشته باشی، 3 ساعت تو اون شبکه، 4 ساعت تو اون شبکه، 8 ساعت تو اون شبکه، بعد از هر موضوعتون تبلیغ بگیرید، محتوا بسازید و پول سازی بکنید، آیا مالکان این باشگاه ها صاحبش نیستن؟ حق ندارن؟ البته باشگاه استقلال برخلاف پرسپولیس برای وصول حق پخش تلویزیونی صرفاً به انجام مصاحبه و انجام فعالیت‌های رسانه‌ای بسنده نکرده و جهت حفظ منافع خود اجازه حضور دوربین‌های تلویزیونی را در دو نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر سپاهان و همینطور مس کرمان را نداده است. بعد از این دیدارها هم ساپینتو حاضر به حضور در نشست خبری نشد، چرا که دوربین‌های تلویزیونی در نشست خبری حضور داشتند. صدا و سیما هم در جواب دو دیدار خانگی استقلال را طوری تصویر برداری و پخش کرد که عملاً تبلیغات محیطی بسیار کم نمایش داده شود. این موضوع علاوه بر ناراحتی باشگاه استقلال، باعث ناراحتی بیننده تلویزیونی هم شده بود، چرا که زاویه تصویر برداری طوری تنظیم شده بود که عملاً دوربین توپ را در میانه تصویر دنبال نمی کرد که مبادا تبلیغات محیطی نمایش داده شود. در این بین اما پرسپولیس راه مماشات را پیگیری می کند و به جای ممانعت از حضور دوربین های تلویزیونی در نشست خبری، به تشکیل کارگروه پیگیری حق پخش تلویزیونی در فدراسیون فوتبال بسنده کرده است. کارگروهی رو فدراسیون فوتبال مشخص کردن که تعدادی از مدیران، 3-4 تا مدیر عامل باشگاه هستن با نمایندگان صدا سیما
برای تعامل جهت این امر. مسئولان صدا و سیما مدعی هستند با توجه به اینکه بودجه این نهاد را دولت مستقیما تامین می‌کند، پرداخت حق پخش تلویزیونی از این بودجه عملاً غیرقانونی است. اما مسئولان صدا و سیما پاسخی به این سوال نمی‌دهند که چرا برای پخش رویدادهای مهم نظیر جام جهانی، جام ملت‌های آسیا و یا برخی دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا صدا و سیما مجبور به پرداخت حق پخش تلویزیونی است. حالا باشگاه استقلال به مقابله با صدا و سیما در آمده و از طرف دیگر پرسپولیسی ها هم راه مماشات را در پیش گرفتند. استقلالی ها اجازه حضور دوربین های تلویزیونی را در نشست های خبری و برنامه های خود نمی دهند، اما پرسپولیسی ها مشکلی با حضور دوربین های تلویزیونی ندارند، چرا که مدیرعامل این باشگاه عضو کارگروهی در فدراسیون فوتبال شده که کارش پیگیری حق پخش تلویزیونی است. حالا در نهایت باید دید کدام باشگاه میتواند برای اولین بار حق پخش واقعی فوتبال را وصول کند. پرسپولیسی که به دنبال مماشات و پیگیری جلسات کارگروه ویژه حق پخش تلویزیونی است، یا استقلالی ها که اجازه حضور دوربین های تلویزیونی را نمیدهند.